سلام، با مشروع خبرها با ما باشید. نازنین کاظمی هستم و من آوا آذری. یک دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی پس از بازگشت به ایران بازداشت شد. برنامه پیشنهادی اصلاح طلبان، خروج از وضعیت فعلی همچنان ممکن است. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی مدافعان حقوق کارگران شد. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از دستگیری باقر اسدی از دیپلمات‌های ارشد ایران در تهران خبر داده است. باقر اسدی از اعضای هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بود که به گفته رویترز با اصلاح طلبان هم ارتباط داشت. بنابراین گزارش، آقای اسدی 22 اسفند گذشته در پایان آخرین مأموریت خود پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. هنوز از محل نگهداری باقر اسدی خبری در دست نیست. او در دوره خدمت خود در وزارت خارجه ایران پست‌های مهمی همچون ریاست گروه 77 و ریاست کمیته دوم 53 مجمع عمومی سازمان ملل متحد را نیز بر عهده داشته است. آخرین سمت آقای اسدی ریاست دبیرخانه گروه موسوم به D8 در ترکیه بوده است. ساعتی پیش با امید معماریان گفتگوی کردیم و در مورد دلایل دستگیری آقای اسدی و پیشینه ایشان پرسیدیم. توجهتون رو به این گزارش جلب کنم. ببینید، باقر اسدی یک دیپلمات حرفه‌ای بودش که در طی سال کار میکرد عملا از این که بخواد که طرفداری از جناح سیاسی بکنه خودداری میکرد، چون که بتونه که به هر حال اونجا کار بکنه. و من بارها در تهران باش ملاقات کردم و باش مصاحبه کردم و به شکل مختلف کاراش دنبال میکردم و همیشه میدیدم که خیلی دقت داره که مسئله سیاسی رو مطرح نکنه، یعنی که بخواد که طرفداری بکنه از گروه های مختلف، پرهیز میکرد از این مسئله. ولی در این حال آدمی بودش که از تنه صدایی در عرصه بین‌المللی دفاع میکرد و جزو تیمی از دیپلمات های وزارت خارجه بود که از سیاست هایی که به هر حال اعمال میشه در این وزارت خونه ناراضی بود و اون رو به صلاح کشور نمیدونست و به همین جهت در طی سالهای گذشته از سیاست وزارت خارجه به یه نوعی منزوی شده بود. این ایشون مثل آقای جواد ظریف و مجموعه افراد دیگه بودن که عملا در تصمیم گیری های اصلی اینها دخالت داده نمی شدن و کارهای بیشتر تزئینی و نمایشی و به حال یعنی کار کم اهمیت تر به اونها واگذار می شد. ولی در این حال جزء بدنه باسواد و حرفه‌ای این وزارت خونه بودن و به هر حال دستگیریشون خیلی به نظر من سوال برانگیز هستش و من خودم حدسم این هستش که با توجه به این تئوری توته و این بدبینی که در ساختار نظام جمهوری اسلامی خیلی ریشه دار شده، مخصوصا در نهاد امنیتی، افرادی که به هر حال رابطه هم دارن با نهادهای خارجی، با افراد خارجی، به خاطر کارشون، به هر حال رئیس گروه 88 بوده کشور در توسعه، گروه 88، و خب بعد در تماس بوده با افراد مختلف، دیپلمات‌ها و شخصیت‌های دیگه. این میتونه در یکی از دلایلی باشه که به نظر دستگیر شده باشه، برای اینکه سر در بیارن ببینن که چیکار میکنه این حرفا. ولی در مجموع که آدم بسیار حرفه‌ای و علی رغم اینکه بارها من فکر میکنم که در مسیر شغلی خودش به خاطر تخصصی که داشت، به خاطر سوابقی که داشت، پیشنهادهای کاری داشت برای اینکه در سازمانهای مختلف بین‌المللی کار بکنه، ولی علاقه من بود که همون وزارت خارجه بمونه و این 30 کار حرفه خودش رو در این وزارت خونه به پایان برسونه. گفتگوی ما رو با امید معماریان شنیدید. گروهی از اصلاح طلبان مشاور محمد خاتمی با ارسال نامه‌ای به او پیشبرد اصلاحات در شرایط کنونی ایران را ممکن اما دشوارتر از گذشته دانستند. این دومین نامه‌ای است که مشاوران خاتمی به او به عنوان برنامه پیشنهادی در انتخابات ارسال می‌کنند. به گزارش سایت کلمه، رفع حصر از رهبران اعتراض‌ها، اجرای کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و تغییر فضای امنیتی
حاکم از جمله پیشنهادهایی است که در نامه دوم برای مطرح شدن در برنامه‌ها ارائه شده است. مشاوران خاتمی وجود سیاست باز در داخل کشور را لازمه باز شدن دریچه‌های سیاست خارجی دانستند. انتخابات ریاست جمهوری ایران کمتر از 7 روز دیگر در 24 خرداد ماه برگزار می‌شود. خاتمی هنوز موضع نهایی خود درباره حضور در انتخابات را به طور رسمی اعلام نکرده است. یک نهاد مشورتی دولت آمریکا ایران را در ردیف کشورهای قرار داد که بیشترین تبعیض مذهبی در آن اعمال می شود. به گزارش رادیو اروپای آزاد، کمیسیون آمریکایی آزادی مذاهب در گزارش سال 2013 خود کشورهای ایران، عراق، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را جزو کشورهای رده‌بندی کرده است که بیش از همه آزادی مذهب را نقض می کنند. شکنجه، بازداشت‌های طولانی و سربنیست کردن مواردی است که بنابر این گزارش در این کشورها برای محدود کردن آزادی‌های مذهبی اعمال می‌شود. این کمیسیون در گزارش خود توصیه کرده که دولت آمریکا این کشورها را در رده کشورهای موجب نگرانی ویژه قرار دهد. و حالا سری می‌زنیم به آن سوی میله‌های زندان. با توجه به عدم موافقت دادستانی با تمدید مرخصی امین چالاکی، مسئول اجرایی ستاد میرحسین موسوی در شهر ساوه در انتخابات سال 88 او به زندان اوین بازگشت. ماموران امنیتی با یورش به روستای دگاگا از توابع شهرستان سرواباد 4 شهروند کرد را بازداشت کردند. جمیل کریمی عضو شورای مرکزی ائتلاف اصلاح طلبان استان فارس که در زندان به سر می‌برد با برادر خود دیدار کرد. سرانجام شورای نگهبان فهرست معتمدان پیشنهادی دولت برای عضویت در هیئت اجرایی مرکز 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. این خبر را خبرگزاری مهر به نقل از سولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور اعلام کرده است. توافق میان وزارت کشور و شورای نگهبان بر معتمدان هیئت اجرایی دیر هنگام و تنها 44 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد. روز گذشته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از وجود اختلاف در این باره و رفت و آمد چند باره فهرست معتمدان میان وزارت کشور و شورای نگهبان خبر داده بود. بر پایه قانون جدید انتخابات 7 تن از 11 عضو هیئت اجرایی از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی خواهند بود. خبرگزاری مهر به نقل از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نقل کرده که از نامزدهای انتخابات پیشرو خواسته است در برگزاری برنامه‌های خود هماهنگی لازم را با نیروی انتظامی داشته باشند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا 24 خرداد ماه آینده برگزار خواهد شد. به نظر می‌رسد اعتراض‌های پس از اعلام نتایج انتخابات 88 باعث شده که نیروی انتظامی با حساسیت بیشتری نسبت به دوره 11 انتخابات ریاست جمهوری برخورد کند. آقای احمدی مقدم پیش از این نیز گفته بود که در انتخابات آینده مردم نباید به خیابان‌ها بیایند. مصطفی پور محمدی، غلام حسین محسنی اژه‌ای و قربان علی دوری نجف آبادی به عنوان شاهدان جنایت کهریزک به دادگاه معرفی شدند. به گزارش ندای سبز آزادی، غلام حسین روح الامینی، یکی از شاکیان پرونده کهریزک، این 3 مسئول امنیتی و قضایی را به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کرده است. معرفی این مسئولان در 5مین جلسه رسیدگی به پرونده بازداشتگاه کهریزک در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صورت گرفته. این جلسه دادگاه نیز غیر علنی برگزار شده است. معرفی این تعداد از مسئولان قضایی و امنیتی به عنوان شاهد در یک پرونده مسئله بی سابقه تلقی می شود. هنوز مشخص نیست که این افراد حضور خود به عنوان شاهد را بپذیرند یا نه. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است جمهوری اسلامی در تمام شرایط و در همه زمینه‌ها در کنار دولت سوریه ایستاده است. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، لاریجانی این سخنان را در دیدار با جهاد لهام رئیس پارلمان سوریه مطرح کرده است.
جهاد اللهام نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت ایران از نظام سوریه گفت این نظام آماده رویارویی با همه گزینه‌ها و احتمالات است. وی همچنین از آنچه نقش مؤثر مجلس شورای اسلامی ایران در کمک به دولت سوریه نامید قدردانی کرد. و حالا یک جمله یک خبر. محسن قرائتی: آرایش دختران دانشجو موجب سلب تمرکز می شود. مهدی چمران: نمی شود زنان چکمه بپوشند و به جوی آب بروند. مجید امیدی شهرکی: کاندیدا داریم اما خودکشی نمی کنیم. صادق آملی لاریجانی: غربی ها از زنان به عنوان ابزاری برای تجارت استفاده می کنند. اسماعیل احمدی مقدم: خانواده نقش تربیتی و آموزشی خود را به مهدها سپرده است. محمد محمدی گلپایگانی: نگران انتخابات نباشید، کشتیبان بیدار است. روز جهانی کارگر همواره همراه با جشن نیست. گاهی هم کارگران با اعتصاب آن را پاس می‌دارند. در برخی مناطق ممکن است اعتراض‌های کارگران به اوضاعشان در روز کارگر به خشونت بیانجامد. یونان و ترکیه امسال این گونه بودند. به گزارش رویترز در یونان بزرگترین سندیکاهای کارگران اعتصابی 24 ساعته اعلام کردند. کارگران خواهان پایان سیاست ریاضت اقتصادی هستند. سیاستی که دولت به خاطر بحران اقتصادی و بدهکاری های هنگفت آن را اجرا می کند. کارگران بخش های بیمارستانی و حمل و نقل یونان دست به اعتصابی گسترده زدند. اما در شهر استانبول ترکیه کارگران دست به راهپیمایی اعتراض‌آمیز زدند. نیروهای پلیس ضد شورش برای متفرق کردن کارگران معترض با آنها درگیر شده و اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. با فرشاد محمودی روزنامه نگار مقیم ترکیه گفتگویی کردیم که توجهتون رو به اون جلب می کنم. تجمعات مختلفی در ترکیه امروز برگزار شد. در شهرهای مختلف ترکیه، آنکارا، استانبول، ازمیر و آدانا که در حال حاضر ما هستن، تجمعات مختلفی برگزار شد. گروه های مختلف مدافع حقوق کارگر در این تجمعات شرکت کردند. در واقع گروه های خودشون رو به میادین اصلی شهرها آوردن. البته روز جهانی کارگر در ترکیه به رسمیت شناخته میشه و این روز تعطیل هست، اما پلیس و نیروهای امنیتی قوانین سفت و سختی رو برای برگزاری این روز اعمال میکنن. من امروز میدیدم که پلیس تمام مسیری که قرار بود تجمعات برگزار بشه با قرار دادن نیروهاش و ماشینهای پلیس جمعیت رو کنترل میکرد و اجازه نمیداد از یه حدی فراتر برن. همچنین به شدت مردمی که میخواستن به این تجمعات بپیوندن رو کنترل میکرد. در واقع یک مسیر خیلی خیلی باریکی درست کرده بود که مردم یکی یکی از جلوی چشم پلیس رد بشن و به تجمع بپیوندن. خب همونطور که احتمالاً شما هم شنیدید، در استانبول این تجمع به خشونت کشیده شد. گروه های مدافع حقوق کارگر از جمله حزب کمونیست ترکیه و جنبش انقلاب دائمی سده به صورت اختصاری میگن این تجمعات رو برگزار کرده بودند. همچنین گروه های آنارشیست در ترکیه در استانبول در این تجمعات حضور داشتن، خب با پلیس درگیر شدند و پلیس از چندین گاز اشکاور استفاده کرد و از تصاویری که من دیدم مشخص بود که در واقع بسیاری از معترضین مجروح شدند و من صحنه هایی رو دیدم از ریخته شدن خون روی زمین، از حضور آمبولانس و انتقال تعدادی از مجروحین به بیمارستان. گفتگوی ما بود با فرشاد محمدی که با هم شنیدیم.
وزارت دفاع تونس اعلام کرد ارتش این کشور عملیاتی را علیه اسلامگران مسلح در نزدیکی مرز الجزایر آغاز کرده است. این خبر در حالی منتشر شده است که در هفته‌های اخیر فعالیت اسلامگرایان تندرو در تونس شدت یافته است. به گزارش رویترز، به نقل از سخنگوی وزارت دفاع تونس، عملیات ارتش این کشور برای پیگرد اسلامگرایان مسلح در منطقه کوههای شعبانی صورت می‌گیرد. اسلامگران مسلح تونس در دو روز گذشته اقدام به بمب‌گذاری‌هایی در نزدیکی مرزهای الجزایر کردند که به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای امنیتی و ارتش انجامید. آخرین انفجار روز گذشته روی داد که در آن 6 نیروی پلیس زخمی شدند. دولت سوریه اعلام کرد به گزارش‌های آمریکا و بریتانیا درباره بکارگیری جنگ‌افزارهای شیمیایی در سوریه اعتماد ندارد. آمریکا و بریتانیا در روزهای اخیر از وجود نشانه‌هایی از بکارگیری جنگ‌افزارهای شیمیایی در سوریه سخن گفتند. به گزارش فرانس پرس، بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل، خواستار اعزام بازرسان این سازمان به سوریه شده است. او گفته که این بازرسان باید درباره بکارگیری جنگ افزارهای شیمیایی توسط مخالفان در منطقه در شمال حلب تحقیق کنند. دولت و مخالفان در سوریه یکدیگر را به استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در منطقه خان الاسل در شمال حلب متهم می‌کنند. سازمان ملل خواستار حضور آزادانه بازرسان در سوریه است، اما دولت سوریه می‌گوید باید تنها به منطقه خان الاسل بروند. شاید صلح کشورهای عربی با اسرائیل مهمترین موضوعی باشد که در چند دهه اخیر خاورمیانه را به خود مشغول کرده است. سال 2003 اتحادیه عرب طرح صلحی ارائه داد که در مقابل عقب نشینی اسرائیل از کرانه باختری رود اردن، نوار غزه و بلندی‌های جولان، سوریه کشور اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. این طرح هیچگاه اجرا نشد. اسرائیل هم تاکنون پاسخ روشنی به این طرح نداده است. اکنون اتحادیه عرب اصلاح بر طرح خود افزوده که آمریکا و میانه‌روهای اسرائیل آن را فرصتی برای صلح می‌دانند. اما آیا این بار صلحی در کار خواهد بود؟ میثم ارشدی در گزارش تلاش کرده به این سوال پاسخ دهد. هرچند واژه حسن نیت چندان در دنیای سیاست معنادار نیست، اما بسیاری از رسانه‌ها امروز اقدام اتحادیه عرب در پیشنهاد بررسی مجدد طرح زمین در برابر زمین میان اسرائیل و فلسطین را نشانه حسن نیت اتحادیه عرب و تلاش ایشان در حل بحران ریشه‌دار اسرائیل فلسطین دانستند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، و زیپی لیونی، مسئول گفتگوهای اسرائیل و فلسطینیان، با استقبال از این طرح و بازگشت به مرزهای سال 1967، موضع اتحادیه عرب را خبری خوب و گامی بسیار بزرگ و رو به جلو ارزیابی کردند. پس از انتشار خبرهای اولیه در مورد اجماع اتحادیه عرب بر سر این طرح، هنوز نخست وزیر اسرائیل به این موضوع واکنشی نشان نداده است. اما روزنامه جروزالیم پست می نویسد دفتر نخست وزیری آن کشور بیانیه ای را تحت عنوان مقامهای دیپلماتیک منتشر کرده که در آن از گامهای جدید در روند گفتگوها استقبال شده است. از دیگر سو واکنش مقام‌های سیاسی فلسطینی به این موضوع تا کنون محتاطانه بوده است. با این همه صائب عریقات، مسئول هیئت فلسطینی در مذاکرات صلح، گفته است طرح اتحادیه عرب با تاییدیه 57 کشور عربی و اسلامی همراه است. این مقام فلسطینی میگوید موافقت نکردن احتمالی اسرائیل با این طرح بار دیگر نشان می‌دهد که دولت آن کشور برنامه‌ای برای صلح ندارد. پیشنهاد اتحادیه عرب در پی توصیه اخیر جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نسبت به پذیرش طرح 11 سال پیش عربستان سعودی مبنی بر احیای مرزهای سال 1967 داده شده است. این طرح که از آن با عنوان زمین در برابر صلح نیز یاد شده، نخستین بار در سال 2002 میلادی ارائه شده بود. اما با گذشت زمان و پیشرفت این طرح و شعله ور شدن آتش جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی که دامنه آن شمال اسرائیل و سراسر لبنان را در بر گرفت، این طرح بی نتیجه ماند. جنگی که بسیاری از کارشناسان منافع ایران و سوریه را در یک سو و احزاب تندروی اسرائیل را از سوی دیگر در برپایی آن دخیل می‌دانند.
حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های تندروی شیعه در منطقه و نیاز همیشگیش از داشتن دشمنی فرضی جهت مصرف داخلی و خارجی در کنار دوستی شکننده‌اش با کشورهای عرب همسایه، همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا ایران از برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطین استقبال نکند. دلایلی که همگی به نوعی در مورد سیاستمداران اسرائیلی نیز صدق می کند. دلایلی که می توان نوسانات حمایت‌های مالی و سیاسی جامعه جهانی از اسرائیل به هنگام جنگ یا صلح را نیز به آنها اضافه کرد. با در نظر گرفتن این متغیرها و همچنین پیچیدگی معادله قدرت در درگیری‌های ریشه‌دار و کهنه میان اسرائیل و فلسطین، نتیجه‌گیری زودهنگام و خوشبینانه از این اقدام اتحادیه عرب و بازخوردهای جهانی آن بسیار دشوار خواهد بود. همزمان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران توافق میان اتحادیه عرب و آمریکا در این مورد را بازیگوشی خواند و گفت این طرح یک طرح خام است. با در نظر گرفتن همه این مسائل و با توجه به روند مذاکرات صلح در چند دهه گذشته میان فلسطین و اسرائیل، شاید بزرگترین پرسش امکان به سرانجام رسیدن این مذاکرات باشد. اما پرسشی که شاید کمتر به گوش ها می رسد از زبان ساکنان مناطق درگیر و خیلی فلسطینیان از وطن خیش به دور مطرح می شود. تا کی سرنوشت ساکنان و صاحبان این سرزمین ها به دستان دیگران رقم خواهد خورد و مصالح ایشان قربانی منافع دیگر دولت ها می شود؟ شاید اگر استخوان منافع دیگران از میان این زخم سال خورده خارج شود، امکان بهبودی نیز فراهم شود. میثم ارشدی، تلویزیون رها. گزارش میثم ارشدی رو دیدیم و حالا نوبت میرسه به اخبار کارگری امروز. سیما عسقری: زنان اولین قربانیان تعدیل نیرو در بازار کار هستند. ناصر چمنی: بزرگترین دغدغه کارگران به تأمین معاش کاهش یافته است. علیرضا محجوب: هنوز در برخی نقاط ایران حق 8 ساعت کار روزانه رعایت نمی شود. هادی ساداتی: حداقل دستمزد کارگران تنها 1/3 خط فقر را پوشش می دهد. کارگران ایران امسال همچون 6 سال گذشته مراسم روز جهانی کارگر را در فضای سرپوشیده ورزشگاه شهید معتمدی جنوب تهران برگزار کردند. دلیل این مسئله این است که وزارت کشور ایران از پاسخ به درخواست مجوز راهپیمایی کارگران امتناع کرده است. روز گذشته خبرگزاری ایلنا به نقل از علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر گزارش داده بود که دو درخواست کتبی مجوز راهپیمایی به وزارت کشور فرستاده که هر دوی آنها بی پاسخ ماندند. آخرین راهپیمایی کارگران ایرانی در روز جهانی کارگر سال 86 برگزار شده است. 3 نفر از فعالان صنفی کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با رأی هیئت تشخیص اختلاف از کار اخراج شدند. مسئول روابط عمومی شرکت واحد به خبرگزاری ایلنا گفته است عضویت این افراد در تشکلی غیرقانونی به نام سندیکا علت اخراج آنهاست. حسین سعیدی، وحید فریدونی و ناصر محرمزاده 3 فعال کارگری اخراج شده هستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری در کشور ممنوع شده است. همکنون همه تشکل‌های صنفی باید از وزارت کار مجوز فعالیت دریافت کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، دولت ایران را به نقض همه جانبه حقوق کارگران متهم کرده است. این بیانیه در حالی صادر شده است که مجوز راهپیمایی برای کارگران ایرانی در روز جهانی کارگر صادر نشده است. به گزارش رویترز، دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود گفته است ده‌ها تن از کارگران و فعالان اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران به خاطر دفاع از حقوق کارگران بازداشت و زندانی شدند.
این بیانیه از دولت ایران خواسته است تا به این سرکوب‌ها پایان داده و مدافعان زندانی حقوق کارگران را هرچه سریع‌تر آزاد کند. در ایران شماری از فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی در زندان به سر می‌برند. رضا شهابی یکی از آنهاست که به 6 سال زندان محکوم شده است. و حالا نگاهی می‌کنیم به اخبار انتخابات امروز. محمود دعایی: خاتمی قطعاً کاندیدا نمی‌شود. محسن رضایی: اگر نیایم خیانت کردم. حسن روحانی: تداوم رابطه خصمانه میان ایران و آمریکا مسیر درستی نیست. محمد رضا باهنر: اعضای ائتلاف پنجگانه قبل از ثبت نام به نظر واحد خواهند رسید. صادق واعظ‌زاده، پسرخاله رهبر جمهوری اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام آمادگی کرد. یک منبع آگاه به تلویزیون رها گفته است خسرو کردپور، روزنامه‌نگار کرد، در اعتراض به وضعیت نامشخص خود در زندان 12 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. خسرو کردپور، مدیر آژانس خبری مکریان، 17 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شد. مسعود کردپور، برادر او، نیز 2 روز بعد بازداشت شد. این دو ابتدا در اداره اطلاعات مهاباد زندانی بودند، اما از 26 اسفند ماه به اطلاعات ارومیه انتقال داده شدند. بر اساس گزارش‌های رسیده، بازپرس پرونده قرار بازداشت این دو روزنامه‌نگار را 1 ماه دیگر تمدید کرده است. با جعفر کردپور، برادر خسرو کردپور که این روزها در اعتصاب قضاست، گفتگوی کردیم در مورد آخرین وضعیت وی که با هم میشنویم. بیش از 55 روز میشه چه برادران هم دستگیر شدن و تنها در این مدت توانستن خانواده 10 دقیقه با آنها ملاقات کنند. این هم به خاطر کمرنگ کردن مسئله آدم ربایی مسعود چه اداره اطلاعات مهاباد انجام داده و همچنین انجام بازداشت غیر قانونی خسرو بوده است. و در فضایش در وقت ملاقات هم فضای خیلی وعب و وحشتی بوده و زیر نظر باجو بوده طبق خبرهایش شنیدم. و در اونجا مسعود گفته است که در این مدت 35 روز فقط 1 بار از من بازجویی کردند و فقط مرا در یک اتاق نگه داشتند و اتهامات منو مشخص نکردند هنوز و هنوزم به وکیلا اجازه ندادند. خسرو هم اظهار نظر کرده بود که اعتصاب قضا کرده و معترض به بازداشت خود و این کار بازداشت اینا را غیر قانونی میدونه چون هیچ گونه چیز اتهامی تا حالا مشخص نشده است. کارهایی که اونا تا حالا انجام دادن کارهایی بوده قانونی در چارچوب قانون بوده و مسئولین این کارهای و فعالیت های آنها را سالهای قبل می دانستند و چیزی تازه انجام نگرفته چه اونا مورد بازداشت یا مورد اتهام قرار بگیرند. ما هم چه خانواده هستیشون واقعا نگران هستیم و خیلی آنچنان چه خانواده مشاهده کردن آنها خیلی ضعیف شدند و شکنجه روحی قرار دادند و همین بازداشت غیر معقول و غیر منطقی در سلول انفرادی خود از نظر همه یک شکنجه محسوب میشه و اگر شکنجه دیگه هم صورت نگرفته باشه این خودش یک مشخصه از شکنجه هستش. گفتگوی ما بود با جعفر کردپور، برادر خسرو کردپور که با هم شنیدیم. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 200 ریال کاهش نسبت به روز گذشته 35,700 ریال در بازار تهران معامله شد.
پوند بدون تغییر نسبت به روز گذشته در بازار 55400 ریال معامله شد و نرخ یورو نیز بدون تغییر همچنان 47000 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید نیز با 110000 ریال کاهش 13,490,000 ریال در بازار تهران معامله شد. ممنون از اینکه با این بخش خبر با ما همراه بودید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار. Thank you.